طبق در واقع اعلامی که استرالیا داده اتفاقی که افتاده اینه که مینیموم حقوق و از کسانی که میخوان بیان استرالیا و برای ویزای 191 اقدام بکنن یعنی با 491 میان استرالیا و میخوان 191 رو بگیرن که اقامت دارن بشن کف حقوق از روی این رشته برداشتن قبلا قرار بود که قبلا 53900 دلار بود بعد شد 70000 دلار الان دیگه کامل برداشتن و این به همه اعمال شد یعنی حتی کسایی که قبلا 491 گرفتن الان میخوان اقدام کنن میتونن بدون کف حقوق اقدام بکنن کسایی که دعوتنامه دا دارن قرار ویزاشون رو بگیرن هم بهشون اعمال میشه کسایی که الان هم دارن شروع میکنن میخوان بیان تو پروسه و 491 تو آپشناشون بذارن بیان استرالیا دیگه کف حقوق ندارن و به نوعی میشه گفت که بزرگترین مسئله و مشکلی که از نگاه اکثر افراد این بحث کف حقوق بود از این ویزا برداشته شد و ما دیگه تقریبا هیچ مسئله ای رو این ویزا نداریم تنها مسئله اش ریجینالشه که اونم شما بخوای سیدنی باشی میتونی بری وولنگانگ یه ساعتی سیدنی بخوای ملبورن باشی میتونی بیای چندین چند محله که به فاصله نیم ساعت از مثلا محله ایرانی ها 45 دقیقه از مرکز شهر فاصله داشته باشی یعنی تقریبا دیگه 491 رو میشه گفت که هیچ مسئله ای ما باهاش نداریم